ایران نوین، برنامه ای از جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران. با درود به بینندگان عزیز برنامه ایران نوین که این هشتمین برنامه از جنبش حمایت مبارزات ملت ایرانه، من حسین کیامه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، تلاش میکنم در این زمانی که فرصت در اختیار من هست مطالبی رو برای شما عنوان بکنم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. البته چون ما بدون ماسک حرکت میکنیم و در دورانی که همه ماسک بر صورت زدند، طبیعی است که بسیاری با ما مخالف خواهند بود و بسیاری با ما موافق. برای ما این مهمه که بدون ماسک و با صداقت و آن چیزی که فکر میکنیم به مردم بگوییم، رنگ عوض نکنیم. ولی طبیعی است که با یک چنین وضعیتی و با صراحت گفتن، طبیعی است که ما دشمنانی هم پیدا خواهیم کرد که این البته در ذات مبارزه وجود داره. دو جوان آریایی ظرف یکی دو روز گذشته به دار دشخیمان جمهوری اسلامی به اصطلاح آویزان شدند، یکی علی زمانی و دیگری آرش رحمانی پور. ظاهراً اینها از نسلی هستند که قرار است دوباره آرش رو در تاریخ زنده بکنند. اینها می دانستند، با اینکه سن کمی داشتند، می دانستند که وقتی که وارد این عرصه مبارزه با خونخوارترین رژیم خواهند شد، شکنجه خواهند دید، مجبور به اعترافات ساختگی خواهند شد و در یک سحرگاه به دار آویخته خواهند شد. ولی این آرش بزرگ ما و این آرش ها مطمئن باشند که تاریخ رو خواهند ساخت. من مدت ها بود که فکر می کردم آیا کسی می دونه اولین کسی که در مقابل این رژیم ایستاد، فریاد زد و جانش رو گذاشت چه کسی بود؟ معمولا کسی این رو نمی دونه. شاید که در اون قوقای خط امامی، قوقای مبارزه ضد امپریالیستی، قوقای اشغال سفارت آمریکا، قوقای جنگ تا پیروزی بر کل جهان، قوقای فرستادن بسیجیان و اراذل برای آزار دختران و پسران ناز ایرانی، ناز آریایی، در اون موقعیت او میدانست که صدایش در آن زندان مخوف اوین به جایی نخواهد رسید. حتی میدانست هم سلولی بغل او هم نخواهد شنید که او برای آزادی به عنوان اولین نفر برخاسته است. ولی اطمینان داشت که تنین پیام او یک روز همگیر خواهد شد، یک روز سراسر این سرزمین رو در بر خواهد گرفت و همه جوانان، همه زنان شیر ایران و همه جوانان مبارز ایران پیام او رو خواهند گرفت و همصدا در راه آزادی به پیکار برخواهند خواست. واقعا این شرایط که الان پیش اومده که جوانان ایرانی همگی به پا خواستن، مخصوصا من هر بار تلاش دارم که این جریان، این که زنان ایرانی، زنان بزرگ ایرانی، زنان قهرمان ایرانی به پا خواستن، اینها دنبال چی هستن؟ این خیلی مهمه. اینها دنبال چی هستن؟ آیا چنانچه ما میتونیم ذهنیت اونها رو از همینجا از فاصله های دور تشخیص بدیم، پیش بینی بکنیم و بگیم که اونها دقیقاً به چی فکر میکنن؟ ولی من تصور میکنم که جریانی وجود داره که این جریان، من بعد از اینکه
جملات کوتاه هم تموم شد، دو فیلم به شما نشون خواهم داد که بدونید اون جریانی که در سال 57 ایران رو به این روز انداخت، امروز هم همچنان تلاش داره نگذارد جوان برومند ایرانی، آرش‌های ایرانی از دام جمهوری اسلامی، از این دام بزرگ جمهوری اسلامی رهایی یابند و سرنوشت خودشون رو به عنوان یک ملت قدیمی با شعور متمدن به دست خودشون بگیرن. من از کارگردان خوب برنامه‌مون آیه شاهرخ بی‌نیاز که همیشه تلاش میکنه با امکانات کمی که داره بهترین برنامه‌ها رو تنظیم بکنه و بسیار کمک به ما میکنه، خواهش میکنم که دو کلیپ رو برای ما پخش بکنن و بعد از این دو کلیپ پیام هایی هست که من مایلم این پیام ها رو برای شما بازگو بکنم و اون چیز که به ذهنم میرسه اعلام بکنم و بگویم خطر چیست. خواهش میکنم جناب آقای بی‌نیاز اون کلیپ ها رو برای بینندگان ما پخش بکنید. And is the Palestinian resistance feeling stronger now she is backed by Iran? Definitely, it changed completely the whole strategic policy in this area. In case of a war... Upset down completely. We have to remember what Brzezinski have mentioned. Bye-bye to PLO. Our allies, the freedom fighters, the Mujahideen of the Iranian people had replied him by starting this heroic, patriotic, great revolution in Iran, led by our Imam, Samahatullah Ayatollah Khomeini. It's a lot of petrol. Do you think that the petrol will be used against your enemy, and which enemy? It had been declared that no threat to Israel. سوال ایشان این بود، اجازه فرمایید. And no cup of butter to South Africa. سوال ایشان این بود. And other thing, not me who have to, will decide it. It is the Iranian leadership who will decide it. در این وضعیت ما گرفتار شدیم. مردم یه وظیفه ای دارن، قوه قضاییه یه وظیفه ای داره، اطلاعات یه وظیفه ای داره، مسئولین امنیتی یه وظیفه ای دارن. قوه قضایی مسئولیت سنگینش رسیدگی به وضع این آشوبگر هاست. ای برادر، من خطابم الان خطاب میکنم با آیت الله لاریجانی، میگم ای برادر عزیز، ما شما رو میشناسیم، با دل پاک آمدی، این مسئولیت را قبول کردی، قصد
خدمت داشتی، اینا که قابل تردید نیست. تو حوزه استاد بودی، شاگرد داشتی، خیلی علاقه شدید داشتی به درس خوندن، حاضر نبودی هیچ وقت از کار درسی کاسته بشه، که ما دیگه در تجربه بودیم و با هم گاهی جنجال میکردیم که میگفتیم وقت بیشتر بگذارید. شما آمدی، اون روحیه ضد ظلم هم درت هست، اون روحیه انقلابی هم درت هست، اون روحیه ولایی هم درت هست. بیا برای رضای خدا، همین جوری که این دو نفر را آمدید و خیلی سریع اعدام کردید و دست شما درد نکنه، بیاد مردانه بایستید. ما هر دو ضربه خوردیم دست سستی و ضعف بوده، ضعف نشون دادیم، 18 تیر ضعف نشون دادیم، چند تا رو شما دستگاه قضایی اعدام کرد تو 18 تیر ضعف نشون دادیم، این عاشورا به وجود آمد. اگر حالا هم از این ضعف از خودتون نشون بدید، آینده بدتری در انتظار شما هست. بایستید. اگر من با قرآن به شما حرف میزنم، من میگم قرآن آخر سوره احزاب تشخیص و تکلیف اینا رو مشخص کرده، نه لن ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سه تا آیه رو بالا سر دادگاهتون بنویسید، اون قاضی وقتی میاد نگاه بکنه. خدا فرماید یه سنتی در اسلام هست، در گذشته هم بوده، تازگی نداره. اینه که سه گروه رو میگن، یکی منافقین، یکی اونایی که بیمارن، دل بیمار دارن، مرض دارن، یکی شایع ساز ها. اگر اینا دست بر ندارن، من به تو دستور میدم به اینا حمله بکن و اینا رو سخت بکش. رو تقتیل با این دو کلیپ رو دیدید، بیشک دردناک بود. دیدید که چه کسانی اون روزهای اول انقلاب بزرگترین تروریست ها رو آوردن ایران، جناب آقای بازرگان، جناب آقای ابراهیم یزدی که الان تمارز میکنه و مثل که قرار این عامل CIA همچنان نقشهایی رو بازی بکنه، و صحابی پدر و همه کسانی که در اون روزها تصور بر این بود که اینها مردان آزاده‌ای هستند و بزرگترین تروریست رو وارد ایران کردن. صحبت‌های این تروریست جالبه. این تروریست جناب آقای یاسر عرفات که این دار دسته ملی مذهبی و بازرگان اینا با افتخار دست اون رو بلند می‌کردن به عنوان اینکه ظاهراً به عنوان رهبر این مبارزات و پیروزی دست او رو بلند می‌کردن، ایشون خیلی جالب تو صحبتاش همه اتفاقاتی که بناست در این منطقه بیفتد و این در حتما در گوادلوپ تصویب شده بود، این رو به زبان خیلی ساده گفت. گفت قرار است تمام منطقه زیر و رو شود و اشاره می‌کند به پول نفت ملت ایران، یعنی میگوید از این به بعد با پول این ملت ما منطقه رو به هم خواهیم ریخت. این رو تبریک میگم به جناب آقای بازرگان، مهدی بازرگان، جناب آقای صحابی پدر و پسر و جناب آقای ابراهیم یزدی، که جناب آقای ابراهیم یزدی این موقعها کجا شما رو میبرند؟ بعد یه سری هم توی جهان به مرگ شما اینقدر حساسیت نشون میدن و میگن که ایشون جونش در خطره. جناب آقای یزدی، این کلیپ فکر نمی کنید که همه توطئه رو به نمایش گذاشت، ولی جالبه شما بدونید که چه کسانی این جریان بزرگ فتنه علیه ملت ایران و طرح بزرگ اون گوادلوپ که منطقه باید به هم بریزد تا ما بهره برداریامون رو بکنیم، پادشاه ایران اجازه چنین بهره برداری ها رو به ما نمیده و قرار گذاشته که
در سال 79 ما رو به عنوان یک مشتری در صف خریداران نفت ایران قرار بده. خب جناب آقای بازرگان، در هر جا که هستی در اون دنیا حتما بهش اعتقاد داری، جناب بازرگان شما دیدید آیا عبدالعلی بازرگان که این روزها پرچم پدرتو برداشتی و داری تلاش میکنی که دوباره اون خط زنده بشه، آیا اعتقاد داری به این اتفاقی در اون روز پدر شما دست بزرگترین تروریست رو گرفت آورد و گفت قرار است کل منطقه با پول ملت ایران تغییر بکند؟ آیا اون روز آقای بازرگان، جناب آقای ابراهیم یزدی و همه دار دسته کسانی که امروز شما براش سالگرد میگیرید، براش تولد میگیرید، او رو میخواید ببرید به یک ناکجا آبادی، آیا میدونید که ایشون اعتقاد عمیق داشت، میدونید که اعتقاد داشت که این تروریست ها باید بیان و ایران ما رو به این روز بندازند که نه تنها ایران ما رو که کل منطقه، که من با کمال تأسف تلاش میکنم در برنامه های دیگه هم عنوان بکنم که این سناریو با کمال تأسف بوی یک جنگ بزرگ برای بهره‌برداری اون کسانی که این انقلاب رو به پا کردن، یک جنگ بزرگ در منطقه خاورمیانه و با کمال تأسف نابودی بخش عظیمی از جهانی که در هر حال لبریز از ثروته و این ثروت‌ها باید این سرزمین‌ها نابود بشن تا این ثروت‌ها دوباره بره اون کسانی که توطئه گوادلوپ رو طراحی کردن دوباره به نون نوایی برسن و از فقر نجات پیدا بکنن. دیگه توی فرانسه مردم گرسنه ماشین‌ها رو آتیش نزنن. ظاهرا یک چنین طرحی هست که البته در موارد دیگه من به اون خواهم پرداخت. ولی کلیپ دوم مربوط می‌شد به این جنتی. این جنتی اومد خیلی راحت در اومد گفتش که بکشید، آیات قرآن آورد، گفت من از خودم صحبت نمی کنم. آیا اعتقاد دارید به این قرآن؟ اگر اعتقاد دارید این قرآن در فلان آیه، در فلان آیه به صراحت نه فقط اینکه بکشید، به فجیع ترین وضع بکشید. داشت دستور میداد به رئیس قوه قضاییه که این دو جوان آریایی کافی نیستند، بکشید، بکشید، و مدام استناد میکرد که این عین قرآن است و این عین رسالت ماست و این عین ایدئولوژی ماست. راستی من یه سوالی از شما میکنم، پدر مادرها، اگر یه روزی به فرزندتون بخواید نصیحت بکنید که در به طرف آدم های خطرناک نرن، فرض بکنید جنتی در یک جا ایستاده، بازرگان، جناب آقای گنجی، این کسانی که در ابتدای این دهه اول جمهوری اسلامی دستشون تا مرفق در خون جوانان ما، شکنجه های آنچنانی در زندان اوین، کشتار، بیرحمی و اون نامه معروف خمینی، خط امام جناب آقای موسوی نخست وزیر، این خط امامی که نامه نوشت هر کسی در زندان، حتی اگر یک روزنامه خونده ولی هنوز در موضع خودش هست، کاری نداشته باشید، شبانه اینها رو بکشید. آمار بسیار زیاد است، البته در فردای فروپاشی این رژیم آمار واقعی نشان داده خواهد شد، ولی تا همین جایی که ما اطلاع داریم یک چیزی حدود 10,000 نفر ظرف چند شب، اینها به غیر از کشتارهایی است که به صورت سیستماتیک از سال 60 انجام دادن، کشتن، شکنجه کردن، تجاوز کردن و البته این جریانای بسیار مترقی امروز و دموکرات امروز مثل بازرگان، اکبر گنجی و اینایی که اون موقع ها سپاه رو آموزش میدادن، میگفتن برید بکشید، اونها بهشون یه آموزش دیگه هم داده بودن، گفته بودن اگر دختری رو گرفتید و این دختر باکره بود حتما بهش تجاوز بکنید، چون اگر باکره بره اون دنیا به بهشت میره، ما بناس اینها رو به جهنم بفرستیم و طبیعی است این کارها رو هم میکردن. ولی این جنتی اومد گفت آقا این قرآن میگوید باید شماها رو بکشیم، یک خنجر
زهراگین در دستش بود، به همه داشت میگفت این نظام ماست، این آیه قرآن ماست، ما چیز خطایی نمیگیم، ما چیز دروغی نمیگیم، بر اساس این آیه، بر اساس این آیات، ما هر که در جلوی ما قرار بگیرد با فجیع ترین وضع خواهیم کشت. حالا اگر چنانچه پدر یا مادر عزیز، اگر به فرزندت بخوای بگی مواظب باش به طرف آدم‌های خطرناک نری، حتما شما این جنتی رو نشون میدید، میگی ببین این با شمشیرش، با اون چاقوی زهرآلودش ایستاده و میخواد شماها رو بکشه. من به شما میگم اشتباه میکنید. این اتفاقا ساده ترین انسانی است که آدم میتونه تکلیفش رو باش روشن بکنه، بگه آقا این اینه، منم طور دیگه ای فکر میکنم، مردم ایران هم میدانند با کی طرفن. میدونید کجا خطرناکه؟ جایی که شما به بچه‌تون بگید برو طرف اون بازرگان خاتمی، برو طرف اکبر گنجی، اونها دارن میخندن، غافل از این که به استناد فیلمی که من به شما نشون دادم، جناب آقای بازرگان و همه کسایی که امروز دارن تلاش میکنن، فرزندشون آقای عبدالعلی بازرگان تلاش میکنن که بگن اینها آدم های دموکراتی بودن و مخالف بودن، دیدید که چگونه دست آقای یاسر عرفات جنایتکار رو آوردن. و اینها اتفاقا اگر میخواهید بترسونید فرزندانتون رو، بگید به سمت کسانی نرید که لبخند بر لبهاشون هست ولی همون خنجر زهرآلود رو در پشت دستشون نگه داشتن. میدونید چرا؟ چون اونجا بهش میگی به این اعتماد کن، میره طرفش و اونجاست که دیگه اون فرزند شما گاردش رو باز کرده، احساس میکنه یا آدمی که داره میخنده، یا آدمی که داره میگه اسلام دموکراتیک، یا آدمی که داره میگه وای اسلام چقدر زیبا، چقدر ملیح، چقدر دوست داشتنیست، ولی او خنجر رو نگه داشته که وقتی کاملا به سویش اومد خنجر رو در قلبش بکنه. ولی در مورد جنتی، در مورد احمدی نژاد، در مورد خامنه ای، اونها تکلیفشون روشنه. میشه گفت به بچه هامون که آقا این جنایتکار اونجا سخته. آی مردم، جایی رو بترسید که امروز دوباره همون گروهی که یاسر عرفات رو آوردن ایران و او گفت با ثروت‌های ملت ایران ما جهان رو به هم می‌ریزیم، منطقه رو به هم می‌ریزیم و اینها براش هورا کشیدند، امروز دوباره آمده اند تا با چهره دیگری نگذارند شما از این رژیم بگذرید. مطمئن باشید هدف غیر از این نیست. اینها کسانی بودند که دوره‌های بسیار زیادی رو در سرویس‌های اطلاعاتی غرب گذرونده بودند. هدف هم بهشون داده بودند، چه به خمینی چه به اینها، ایران متلاشی شود، منطقه متلاشی شود، در این منطقه ما چند جنگ احتیاج داریم، باید این وضعیت ادامه پیدا بکند، شماها برید هر کدوم یه نقشی بازی بکنید، یه کاری بکنید، ولی در نهایت این است. بعد یه خط قرمز هم بهشون یاد داده بودن، گفته بودن یه وقت نکنه مردم ایران، جوان ایران، زن ایران از شما عبور بکنه و بخواد ملت بشه. هر جا دیدید این اتفاق میفته ما برای شما صدها سایت درست میکنیم. اکبر گنجی رو که سالهای اول انقلاب به استناد گفته خودش آموزش ایدئولوژی به سپاه میداد، میگفت برید در کردستان بکشید، در همه جا بکشید، در زندانها بکشید، در خیابانها تیغ به صورت دختران ایرانی بکشید، اینها رو آوردن بهشون میگن که مردم یادشون میره، مردم فراموش میکنن، شماها بیاد یه سری حرفای روشنفکرانه بزنید، سایت ها در اختیارتونه، دعوتتون میکنیم این بر اون بر و پولهای زیادی هم در اختیارتون میذاریم، بذارید مردم دوباره بیان به سمت شما. این موضوعی است که من خواستم با نشون دادن این دو فیلم به شما نشون بدم. نکنه که
واقعا این حرف هایی که من میزنم منو یاد یک شعری میفته که گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آنچه هرگز به جایی نرسد فریاد است. امروز شاید من بهتر باشه که از نسل خودمون عبور بکنم. نسل خود ما همچنان در اون گذشته داریم سر میکنیم. نسل خود ما امروز همچنان با اون معیارهای غلط و ویرانگر ایرانی هنوز داریم صبر میکنیم، هنوز داریم اونها رو باور داریم، شکلش رو داریم عوض میکنیم. من یه وقتایی میپرسم مشکل شما با احمدی نژاد چیه؟ فقط اون بدبخت یه خورده زشته، وگرنه مگه شماها با آوردن یاسر عرفات و حمایت از او آیا مگه شما هم سیاست های ضد صهیونیستی به قول خودتون ندارید؟ آیا شما هم مگه افتخارتون این نیست که ما ضد امپریالیسم هستیم و آمریکای جنایت خار و جنایتکار باید از بین برود؟ تفاوتتون چیه؟ اون بدبخت هم همین حرفو میزنه، جنتی بدبخت هم همین حرفو میزنه. شما این حرف رو جرأت ندارید بزنید، در پوششی میگید که مردم نفهمند، مردم نفهمند شما چی میگید، و این درست خطرناکه. جوون عزیز ایرانی، امروز یه وظیفه به عهده توست و این وظیفه رو یا از حرف من گوش میدی یا امثال ماها. احتمالاً در مقابل ما شما گارد خواهید گرفت، چون امکاناتی در اختیار شما گذاشتن، سایت هایی مدام دارن خوراک به شما میدن، لباس سبز تنتون میکنن، شما رو به بیراهی دارن میبرن، ناکجا آبادی میبرن، که وقتی امثال من میاد این صحبت ها رو میکنه میگن آقا این نمیدونه روشن فکر نیست، این حرف هایی میزنه که شما نگاه کن ببین اکبر گنجی در مورد نمیدونم فلان مسئله چگونه بررسی کرد یا فلان شخص. سایت ها رو نگاه بکنید ببینید اصلا حرفی از ملتش ایران هست؟ آیا از ملت ایران حرفی هست؟ باور کنید که نیست. خب پس من به اعتقاد من امثال جنتی، خامنه‌ای، احمدی نژاد و بسیاری از این جنایتکاران که ما همشون رو میشناسیم خطرناک هستن، ولی خطر واقعی امثال کسانی است که به استناد این فیلم که من به شما نشون دادم پایه‌گذار این جنایت بزرگ بودند و می‌دانستند که این طرح قرار است منطقه را ویران بکند، مردم ایران را بیچاره بکند، کاری بکند که دختران زیبای ایرانی، دخترای قشنگ آریایی ناچار بشن به کثافت‌هایی در دبی خودفروشی بکنن. اینها می‌دونستند و آگاهانه این کار را انجام دادند. الان هم دنبال همین هستن، منتها نگاه هاشون، قیافه هاشون، خنده هاشون مثل همون خنده های نازنینی که جناب آقای خاتمی میکرد، واقعا خب آدم سخته بگه اینا هم همونن. اینها مطمئن باشید خنجرها رو به پشتشون گرفتن، ایدئولوژی همین ایدئولوژیست. اتفاقا تمام دوران مبارزات ضد امپریالیستی تا مجلس سوم بود، دقیقاً جایی که اکثریت این حضرات که امروز آمدند تا دوباره این جمهوری اسلامی رو نگه دارند، اون روزها استقبال کردند، از نه تنها استقبال، خوشحالی کردند از گرفتن سفارت آمریکا، خوشحالی کردند از 8 سال جنگ، از 8 سال جنگی که جز ویرانی برای ملت ایران نداشت. یادم میاد که جنگ داشت تموم میشد، جناب آقای موسوی مقاله‌ای نوشت در روزنامه کیهان، گفت نباید این جنگ تموم بشه، ما باید ادامه بدیم. این آدم‌ها در دورانی که اینم یادتون باشه، این خیلی جالبه، در دورانی که آمریکا میخواست حمله بکنه به عراق، دقت بکنید، رفسنجانی در مسجد کار بود، گروه روحانیون مبارز که جناب آقای خاتمی در رأسش بود و این حضراتی هم که امروز دارن میگن، بیانیه‌ای دادن که ما باید به کمک صدام برویم و در این جنگ بزرگ ضد امپریالیستی به صدام کمک بکنیم. میدونید یعنی چی؟ میشه از لای این حرفایی که امروز من
میزنم و بسیاری ممکنه که خوشتون نیاد، میتونید بفهمید چه فاجعه‌ای این بار در چه اشکالی است. بشناسید این اشکال رو. خب این مسئله رو من تلاش کردم که در یک چند جمله خدمتتون عرض بکنم، چون واقعا بعضی وقت من وقتم اینقدر کمه که ناگفته زیاد میمونه و بعد کارگردان محترم برنامه به من اعلام میکنه که وقت کمه، نچتن انتهای برنامه رو اون صحبتهایی که لازمه یه وقتایی نمیتونم بکنم. در نهایت تلاش میکنم که مسائل رو خیلی سریع ولی لازمه که بیشتر بهش بپردازیم. یک موضوعی هست، این پرچم شیر و خورشید، ادعای این رو نگه میدارن، هدفشون چیست؟ هدفشون این است که این پرچم متعلق به ملت ایران، به صلابت ملت ایران، به قدرت ملت ایران، به تاریخ ملت ایران، به وقار ملت ایران در دهه های گذشته، قرن های گذشته بوده. عده‌ای این پرچم رو برافراشته نگه داشتند. برای اینکه اون حضراتی که در سال 57 وقتی که خمینی شیر پرچم ما رو آورد پایین و قصد این بود که این شیر دیگه نمونه و اون علامتی که هر کسی یه تعبیری از اون علامت داره، یه کسی میگه این تعبیر سیک های هندی است که این مهر انگلیس معمولا زده میشه، کسی میگه شبیه پیا، هر چی که هست من کاری ندارم. وقتی شیر و خورشید آوردن اون رو بردن بالا، این حضرات نه تنها اعتراضی نکردن، خیلی هم خوشحال شدن، زیرا اون پرچم بایستادن، به جمهوری اسلامی رأی دادن، در تمام موارد رهبرشون شده بود خمینی. حالا یه عده‌ای هم نه، این پرچم شیر و خورشید رو نگه، خیلی سخت بود نگه داشتن این پرچم شیر و خورشید، برافراشته نگه داشتن این پرچم افتخار ملی کار بسیار مشکلی بود، چون همه امکانات، همه سرکوب ها، همه امکانات اقتصادی نظامی در اختیار کسانی بود که قرار بود پرچم هویت ما رو به زیر بکشن. خیلی خوب، یک گروهی این پرچم رو در حال نگه داشتن. میگویند که بعضی ها ازشون پرسیم چرا پرچم شیر و خورشید رو بالا نگه نمیدارید، میگویند که این پرچم متعلق به طرفداران نظام پادشاهی است. آخ خیلی بده. من یه چیزی بگم، اولا که من در بسیاری از احزاب یا سایت هایی که میرم میبینم که طرفداران دکتر مصدق حسن، میبینم اونها هم پرچم شیر خورشید رو نگه داشتن. پس این رو نگید، چون این پرچم متعلق به ملت ایرانه، ملت ایران با عقاید مختلف. این پرچم هویت ماست، این پرچم قرار است ما رو دوباره ملت بزرگ ایران بکنه و این باید برافراشته بمونه در مقابل این همه خائن که میخواهند این پرچم رو بیارن پایین. ولی نگید این حرف رو، زشته برای شما، این برای ما یک امتیازه. میدونی چرا؟ این شب تاریک در نهایت به پایان خواهد رسید، این شب تاریک به یک صبح زیبای دلانگیز که ملت ایران بالاخره پیروز میشوند و نامشون دوباره میشه ملت و پرچم پر افتخارشون رو بالا نگه خواهند داشت، این پرچم دوباره برافراشته خواهد شد. نذارید افتخار برافراشتن این پرچم فقط به دست طرفداران نظام پادشاهی باشه. این برای ما عیب نیست، ما خوشحال میشیم در تاریخ ناممون بمانه به عنوان کسانی که تنها گروهی بودند که علارغم تمام توطئه ها، تمام نامردی ها، تمام وطن فروشی ها، اینها این پرچم رو نگه داشتند. اجازه بدید شما هم در این بزرگترین افتخار شریک باشید، نذارید این افتخار فقط به نام ما تموم بشه، چون
ممکنه در فردای روشن ایران شما شرمنده این کارتون باشید. به جوونا هم اگر خواستید راهی رو نشون بدید بگید بهشون که ما داریم دروغ میگیم، این پرچم پرچم افتخار شماست، ما میخواییم این افتخار رو شما دیگه نداشته باشید. سال 57 ما به ما آموزش داده بودن افتخار باید از بین برود و اولین چیزی که از بین برود اون شیر و خورشید بیاد پایین. امروز اگر چنانچه به شما چیز دیگه میگن باور کنید دارن به شما دروغ بزرگ میگن. بذارید در این افتخار بزرگ فردای ایران جوون عزیز تو حرف من رو گوش بده. از سن ما گذشته اگر کسانی که تو سنین من هستن در اون لایه های ذهنی خودشون دلشون هم نمیخواد بیاد بیرون، فاجعه جمهوری اسلامی رو میبینن، بیچارگی رو میبینن، ولی هنوز دارن تلاش میکنن که یه راهی پیدا بکنن. بگن البته این یه اشکال هم بوده ولی اگر ما بودیم ما این کار رو بکنیم این نخواهد بود. دقیقاً کسانی رو که الان دست در کار شدن من با سند بهتون نشون دادم، چه در مورد گنجی، چه در مورد گروه بازرگان با این فیلم ننگینش، و چه در گروه بقیه گروه ها کسانی بودن که هم پیمان برای نابود کردن ملت ایران هستن. حالا دارن یه رنگ و لعابی به خودشون میدن، دارن تلاش میکنن که اعلام بکنن که ما نه از اونا جدا شدیم. نه جدا نشدید، شما دارید فریب بزرگی رو دوباره طراحی میکنید. جناب آقای عبدالعلی بازرگان، جناب آقای کدیور، جناب آقای کسی که سالها وزیر ارشاد جمهوری اسلامی بود و افتخارش این بود که ده ها نشریه رو در اون زمان بستند و هزاران جنایتی که اصلا وظیفه وزارت ارشاد آقای مهاجرانی به عهده شما بود، همه مردم شما رو میشناسن. حالا ای رفتی لندن نشستی یه کارایی میکنی ولی اصل قضیه رو همه میدونن. جوون ایرانی امروز صدای من با شماست، مراقب باش. بدون کسانی در طول تاریخ، در طول تاریخ که ما از این صحنه ها زیاد داشتیم، از این بدبختی ها زیاد داشتیم، این پرچم رو برافراشته نگه داشتن، امروز به ما این امید رو میدن که ما هنوز یک ملت بزرگیم، هنوز ایرانی هستیم، هنوز ما میتوانیم دوباره افتخارات گذشته رو کسب کنیم. اگر جوون ایرانی در پی بازسازی افتخارات گذشته هستی، با هر دیده‌ای، چه طرفدار پادشاهی هستی چه طرفدار جمهوری هستی، این پرچم پرچم افتخار توست. به اهتزاز در بیار و بیست و بدون که فریب بزرگی دارن شما رو میدن. من تلاش میکنم در هر برنامه‌ام فریب هایی که امروز متوجه مردم ایرانه، خامنه این حرفا رو دیگه کاریشو ندارم چون اونها دیگه دستشون رو شده، اصلا مشکلی نیست، فریب های بزرگ رو امروز و برنامه های خودم تلاش میکنم. البته خواستید قبول بکنید، نخواستید بعد از اینکه تلفن رو بستید بگی این حالا ما طرفداران پادشاهی رو واسه اینکه یه خودم بعضیمون رو مثلا رقت بارتر بکنن چون دیگه راهی دیگه ندارن، میگن سلطنت طلبا، ما طرفدار پادشاهی از زیباترین و مدرنترین نوع نظام های جهان هستیم. اگر بهتون گفتن این پرچم مال اوناست، بدونید که بهتون فریب دارن میدن. حتی اقل یه چیزی رو بدونین، فکر میکنن که شما آگاه نیستید، فکر میکنن چون جوونید میتونن بیان شما رو در جاهای مختلف، اعضای حزب توده، سبز، بعضی از سبزها، البته بعضی از سبزها شاید صادق باشن، بعضی از سبزها که گردانندگان اصلی هستن، بیان به شما بگن نه این پرچمه. من یه اتفاقی افتاد خیلی جالبه، این در یکی از سخنرانی‌های احمدی نژاد یه پرچمی رو درست کرده بودن بالاش آبی بود، یعنی پرچم تبدیل شده بود به رنگ آبی، سفید و سرخ. صدای این حضرات سبز در اومد که آقا چرا سبز اونجا رو کردید آبی؟ آقایان وقتی شما به خودتون اجازه میدید پرچم ایران رو تبدیل به پرچم ایتالیا بکنید، وقتی هر
نن قمری بلند میشه، یه شکلی از پرچم درست میکنه و برای اینکه تفاوت پرچم ایران و ایتالیا مشخص بشه مجبور میشید یه جاهایش بنویسید ایران و هر کسی با سلیقه خودش هر جوری که دوست داره پرچم درست میکنه و میاره میذاره و حتی به کسانی که پرچم ملیشون رو، پرچم پر افتخارشون رو در دست میگیرن توهین میکنن و میگن شما حق ندارید پرچم شیر و خورشید بیارید. چرا ناراحت شدید؟ رنگش آبی شد بشه، شما هم تغییر دادید. اصلا مثل که رسمه، هر کسی میاد یه تغییری تو میگن همه چیز باشد الا اون شیر و خورشید. اونم میگه خیلی خوب من آبیش میکنم، اشکال شما این کارش کردید، کردیدش پرچم ایتالیا، حالا منم آبیش میکنم. یه روز یک کس دیگه میاد پایینش رو میکنه صورتی، یکی هم یه روز میاد میگه اون زرد سفید زیاد جالب نیست، زردش بکنیم. شما چه ناراحتید؟ شما پایه‌گذار تغییر پرچم بودید، شماها کاری کردید که ما یک ملت در تمام جهان همشون یک پرچم دارن. شما کاری کردید که ملت ایران چندین پرچم داشته باشن، بی هویت بشن. وقتی مردم رد میشن نمیفهمن این پرچم بالاخره مال ایتالیا است، مال کی، اینا چی دارن میگن. شما کردید، چرا ناراحت میشید؟ اونا هم کردن. اینجاها که میرسه یا احساس میکنه پرچم سبزمون رو ما کمرنگ کردن، کردن که کردن، مگه شما نکردید؟ هر کاری دلتون خواست با این پرچم نکردید؟ فقط اینکه این شیر و خورشید اون بالا نباشه. ما ایستادیم، هر چیزی میخواید به ما بگید، بگید طرفداران نظام پادشاهی این پرچم رو نگه داشتن، ما افتخار میکنیم، ما نگه میداریم. فردای روشن ایران این افتخار بذارید به دوش ما باشه، ولی حیفه، برای شما حیفه. شما هم تو این افتخار تلاش بکنید در کنار ما بایستید. میدونم سخته، میدونم از یه جاهایی پولایی به شما میرسه که این پرچم یه وقت نکنه شیر خورشید، سعی کنید به هم بریزید. ناسیونالیستا دارن جون میگیرن، شهرها رو اشغال کردن، با این پرچم خیلی کار دارن میکنن. خب اون پولم وقتی به یک کسی برسه تعهداتی داره، ولی یه روز به همین دو جوونی که کشته شدن، یه روز به هزاران جوونی که در این سرزمین کشته شدن، تجاوز کردن بهشون، یک لحظه فکر بکنید. اون پولی که بهتون میدن بریزید دور. به عنوان یک انسان آیا دارید هنوز مونده چیزی؟ من امیدوارم یه چیزایی مونده باشه. به عنوان یک انسان تلاش بکنید از این ننگ بزرگ خودتون رو دور بکنید. این پرچم رو بگیرید و بگید این پرچم متعلق به همه ملت ایرانه. نذارید افتخار برافراشته نگه داشتن این پرچم به عهده ما طرفداران پادشاهی باشه. فردا شما بازنده اید. این رو من خواستم بگم که دیگه اعتراض نکنید. آیا احمدی نژاد سبز گذاشت؟ ای فردا یه کسی یه چیز دیگه گذاشت، اعتراضی ندارید. پای گذارش خودتون بودید. اون موقع که شادی میکردید خمینی عکس اون چی بود اسمش، ابزار سیک ها رو گذاشت، لذت میبردید، میگفتید آخش این پرچم بالاخره این ملت رو ما میندازیم. این ملت می ایستند، این ملت خواهند ایستاد، مطمئن باشید. جناب آقای بازرگان، عبدالکریم بازرگان، جناب آقای صحابی در داخل ایران که پیغام می دهید ایرانی ها فطرتاً مردم. آیه صحابی، شما هیچ می دونید تو شوروی با همه گستردگیش، به قول یک کسی از کسایی که هم فکر شما بود، میگفت در شوروی فقط یه مرد وجود داره، هیچ کسی جرأت نداره حرف بزنه. هیچ میدونید در همین 30 سال چند ده هزار جوون ایرانی به مبارزه برخواستند؟ بعد شما میاد مردم ایرانی رو مردمی معرفی میکنی که دوست دارن بهشون تجاوز بشه؟ ننگ بر شما، توقع ندارم و اتفاقا ننگ بعد من اگر یه روز ببینم پرچم شیر خورشید دست توست. کسی که جوان ایرانی رو، ملت ایران رو به عنوان ملتی که دوست داره اسکندر بهش تجاوز بکنه، اعراب بهش تجاوز بکنن، مغول ها بهش تجاوز بکنن نام میبره. هیچ ملتی
در این 30 سال به اندازه ملت ایران مبارزه نکرده، کشته نداده، در زندان ها نبوده. در تمام طول تاریخ شما یه چنین ملتی رو با این الفاظ میخواهید که کوچیکشون بکنید؟ شما کوچیکتر از این حرفا هستید جناب آقایان ملی مذهبی، از نوع بازرگان، صحابی، اکبر گنجی، کدیور. خیلی شما بدهکارید به خودتون، به این ملت بدهکار نیستید، به شرافتتون اگر هنوز مونده باشه. میدونم سخته، پولایی که میرسه بالاخره یه خرجایی هم پاش گذاشتید دیگه، این همه سایت، ده ها سایت. ما از اینجا میخواییم به جای کوچولو بریم واسه یه مصاحبه‌ای، 4 روز میشینیم فکر میکنیم پولش رو از کجا بریم. جناب آقای گنجی عزیز، آقای بازرگان که در 20 خورده‌ای شهر سالگرد مرد بزرگتون رو گرفتید، بازرگان بزرگی که تو این فیلم من نشون دادم چجوری دست یاسر عرفات رو آورد، گفت ما شما رو آوردیم این ملت رو نابود بکنیم، کجا میرسه؟ ولی یه چیزی رو شما نمیتونید، چون المأمور و معذور، شما خب معذور مأمورید، باید هم کار خودتون رو، یه چیزی رو بدونید. مردم ایران گذشتن 8 سال طول کشید تا مردم ایران بفهمن از درون این رژیم اصلاحات امکان پذیر نیست. در این 8 سال پدرشون در اومد، داغون شدن که بفهمن اصلاحات امکان پذیر نیست. از این لبخندهای مضحک خاتمی که در بین دهه اول انقلاب، یعنی دقیقا از سال 57-58 تا 67-8 دستش در تمام خونهایی که ریخته بود، ایشون وزیر بود. میدونید که یک قانونی وجود داره به عنوان مسئولیت مشترک وزرا؟ مگه میشود اعدام کرد جناب آقای خاتمی اصلا نه خبردار بشه بعد یه گوشه‌ای بده بگه من اهلش نیستم؟ آقا می آوردنتون تو زندان، بنده شاهد بودم، نماینده های مجلس رو می آوردن که بزنن بعدن نگن ما نبودیم. آقایونی که تمام مجلس اول و دوم و سوم دادستان در اختیار شما، همین آقای ثانعی که امروز بوتش کردید دادستان بود میکشت، آقای موسوی تبریزی ایشون میومد داخل زندان انتخاب میکرد، همون آقای خلخالی معروف که بعدن اومده بود شده بود جزء باند شما، مجمع روحانیان مبارز، همین آقای محتشمی که حزب الله لبنان رو بنا کرد، بپا کرد، جزوشون اصلاح طلباست. مردم ببینید اصلاح طلبا این نیستن، اینایی که میان میخندن، اینایی که میان مقاله های آبکی صد من یه قاس توی سایت ها مینویسن برای اینکه یک اصلی رو گم بکنن، برای اینکه شما فراموش بکنید که اینها کی هستن و میخوان شما رو به کجا ببرن. ای جوون، از پدر مادرت زیاد توقع نداشته باش. ما آینده ایران رو مدیون زنان و جوون ها هستیم. یه خورده به حرفای من فکر کن، از اون قالب ها بیا بیرون، از اون چیزهایی که صبح تا شب تو سایت ها در ذهنت فرو میکنن بیا بیرون، بیای خودت بشو، بیا ببین به کجا دارن میبرنت. آیا هنوز هم حاضری با همین دردهای بزرگ حضرات اصلاح طلب و کسانی که اول انقلاب این همه جنایت کردن دوباره بسازی و این بار دیگه تو نمیتونی بلند شی؟ همیشه برای بلند شدن امکانش نیست، این رو بدون. جوون، جوون حرف منو گوش بده، جوون بدون من دارم بدون ماسک باهات حرف میزنم. من این رو انداختم به گردنم، پرچمم رو گرفتم دستم و میگویم ملتم، ملتم، سرزمینم. سخته نیست، ولی تلاش کن. من توی صحبت هام اشتباهی کردم، عبدالعلی بازرگان رو ظاهراً عبدالکریم بازرگان گفتم که عذرخواهی میکنم، کارگردان خوب برنامه من اشاره کرد. من واقعاً وقتی به پایان برنامه میرسه احساس میکنم که چقدر حرف برای گفتن دارم و
احساس میکنم واقعا زمان کم، امیدواریم در شرایطی پیش بیاد که ما بتونیم زمانهای بیشتری در اختیار داشته باشیم. ولی یک نکته بسیار مهمه من براتون بگم، 22 بهمن امسال قرار است یک اتفاق بزرگ در جهان بیفته و در داخل ایران بیفته. همه علائم این چیز رو نشون میده، جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران با اعلام مواضع قبلی خودش به عنوان یک جنبش شناخته شده با تمام معیارهای یک جنبش مبارز و کسانی که پرچم شیر خورشید رو در همون ابتدا به اهتزاز درآوردن و تلاش کردن که صادقانه با همه مردم ارتباط برقرار بکنن، و طبیعی است که این حق رو به مخالفان دادن که اونها هم بتونن مرزبندی خودشون رو با ما داشته باشن، ولی ما این رو برای این بالا بردیم که کسانی که عاشق ایران هستن دور این پرچم جمع بشن. برای 22 بهمن که روز بسیار بزرگی است، این جنبش از ساعت 2 تا 4 روز 11 فوریه در میدان ملسمن برنامه گذاشته. بسیاری از همفکران من میگفتن 2 تا 4 زمان مناسبی نیست، بسیاری سر کارن. گفتم اگر قرار است در داخل ایران جان بدهند، مال بدهند، تجاوز بشود، برای یک کسی که میخواهد در خارج یک 2 ساعتی رو از سر کار خودش یا گرفتاری هاش رو بزنه تا به این تظاهرات برسه چیز زیادی نیست. ولی متاسفانه ما وقتی که این پرچم رو بردیم بالا، این پرچم های غیر رسمی و ساخته دست کسانی که اهل توطئه هستن، یواش یواش احساس کردن که جایی ندارن، چون این پرچم انقدر عزیز بود که شهر تورنتو که مخصوصا شهر بسیار مهمی از نظر پایگاه عوامل جمهوری اسلامی و حزب توده هست، در اونجا ما تونستیم کار بزرگ انجام بدیم. کسانی که صدای من رو میشنوید، عزیزان من، این بار معمولا این کار رو میکنن، از درون خود ما کسانی رو بدون آگاهی، البته من هیچ تهمتی به اونها نمیزنم، بدون آگاهی از درون ما میکشن بیرون، چون وقتی میبینن به ما نمیتونن نفوذ بکنن و این پرچم سر از همه گیر شده، از درون ما کسایی میارن بیرون و اعلام میکنن اگر چنانچه 22 بهمن جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران تظاهراتی داره، برای اینکه اینو بشکنیم ما تظاهرات دیگه ای رو در ساعت دیگه ای اعلام میکنیم، همون پرچم، یعنی دقیقا اون توطئه سالیان حزب توده وقتی میدید نمیتونه از روبرو برخورد بکنه، داخل میشد و از طریق کسانی که عدم آگاهی داشتند میومد و با کلمات البته بسیار زیبا و خیلی آرام بخش تقاضا میکرد که به تظاهرات ما بیایید، در حالی که اگر قرار است یک پرچم بالا برود و یک افتخار ملی، جنبش تا کنون از این وظیفه خودش کوتاهی نکرده و با تمام کمبودها تلاش کرده این کار رو بکنه. تنهایمون نذارید و تلاش بکنید این دو دستگی، مطمئن باشید، مطمئن باشید و مطمئن باشید از طریق عواملی است که در این شهر از جنبش ضربه خوردن، تلاش کردن از درون ما گروه هایی رو درست بکنن، کسانی رو بیارن که البته من عنوان میکنم اینها خائن نیستن، ولی عدم آگاهیشون و عدم شناختشون از توطئه ها باعث میشه که طرفداران پرچم پر افتخار شیر و خورشید و عظمت ایرانی چند دسته بشن و یواش یواش این گروه ها رو به جون هم بندازن. ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر روز 11 فوریه در هر شرایطی کارتون رو رها کنید، بذارید خودتون باور بکنید که شما هم قدمی برداشتید، بذارید خودتون هم باور بکنید که از چیزی گذشتید، جمع بشید، اگر سرد بود، اگر هر چی بود، ضمن این که همه توطئه ها رو بشکنید، ضمناً به جهانیان اعلام بکنید که مردم ایران تنها نیستن و خواهان بزرگ کردن و بزرگ اندیشیدن برای ایران بزرگ فردای ما و افتخار فردای ما هستن. خواهش میکنیم در این تظاهرات ساعت 2 تا 4 جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران تشریف بیارید، ما رو کمک بکنید. سرما طبیعی است، خیلی از مشکلات هست، ولی توطئه هایی که در بین خود ما ایجاد میکنن اون از همه مسموم تره، ضمن اینکه سخته
کسی باور بکنه. خب یه چهرهایی میان آدم نمیدونه، میگن آقا اینا هم آدمای ملی هستن، ولی همینجا اشکال این است. اگر چنانچه همه برای همین پرچم شیر و خورشید و برای عظمت ایران مبارزه میکنیم، کسانی که چند دستگی ایجاد میکنن باید بدونن که در یک جایی اشتباه کردن. من از شما که به برنامه این هفته من گوش دادید تشکر میکنم. از شاهرخ بی‌نیاز به عنوان کارگردان خوب برنامه‌مون تشکر میکنم و شما رو به خدای ایران میسپارم. خدا نگهدار.